درود به همه دوستان و عزیزان. درود بر شما، درود به همه دوستان. درود بر شما، فقط برو سر اصل مطلب. اصل مطلب جمهوری تروریستی اسلامیه، این اصل مطلب. آیت‌الله بازیگر حقیقی فقط از شما دیده میشه. الان فهمیدم که خیلی عاشق موش هستن. تقایق همیشه بازار، همیشه صفه دروغ، دروغ شیرین همیشه شلوغه، اما صفه حقیقت همیشه خلوت. یک ساعت منتظریم، خیلی خوش. نه، ما سر ساعتمون اومدیم آریو عزیز، ما سر ساعتی که حالا 6 7 دقیقه البته دیرتر. خب درود به همه دوستان. امروز یک شنبه 16 مهر ماه 2582 شاهنشاهی ایرانی، دقیقا با آغاز درگیری پسر عموهای سامی فرزندان ابراهیم، یه اتفاق وحشتناکی افتاد در سرزمین ایران و ایران شهر. آقای قاسمی صدات کمه. ببین دوست عزیز من، دیگه نهایت کاری که میتونم بکنم اینه. امیدوارم که شما بتونی صدای دستگاهت رو ببری بالا که همه چی درست بشه. بله، همون زمانی که دعوای زرگری و جنگ پسر عموهای سامی فرزندان ابراهیم اتفاق افتاد در سرزمین ایران شهر، یک اتفاق، یک فاجعه بزرگی رخ داد و کسی بهش نپرداخت چون اهمیت نداشت از نظر افکار بین الملل، از نظر رسانه ها، از نظر متاسفانه باید بگم مردم ایران و مردم دنیا. اونم این بود که در شهر هرات که تا صد خورده سال پیش جزء سرزمین ایران بود، یک زلزله بزرگی رقم میخوره و بالای 3000 تن کشته و نابود میشن و ناپدید میشن. چقدر ما مردم ایران، نه ایران فعلی ها، مردم ایران شهر، فرزندان کوروش، فرزندان فردوسی، چقدر تنهاییم در این دنیا واقعا. یه ویدیویی رو بریم با هم دیگه نگاه کنیم. یک ویدیویی رو نگاه کنیم. خیلی مردم بدی شدیم ما، مردم ایران خیلی مردم بدی شدیم واقعا. سرزمین ایران، سرزمین ایران شهر، هرات بغل گوشمون، بیخ گوشمون، 3000 تن زیر آوار موندن، کشته شدن، ناپدید شدن و هیچ کس به داد این مردم نرسیده، هیچ کس. خب افغانستان که در اختیار طالبان قرار داده شد و طالبان هم که همون امارت اسلامی، مسائل اسلام براش مهمه. این ور ایران ما هم که یه روزی مالک این سرزمین بود، افتاد گیر یک اهریمنی، اهریمن اسلامی که اون هم مسائل اسلام، امت اسلام براش مهمه. مسائل فلسطین و یمن و لبنان و
سوریه و عراق و ونزوئلا و زیمبابوه و مسائل اینها براشون مهمه. و این مردم ایران، مردم فرزندان کوروش، همه حیران، همه زخمی، همه داغون. و جالبه که حداقل هم تباران ما در کشور افغانستان یا آریانا، حالا اونایی که داخل ایران، اونایی که مزدور جمهوری اسلامی هستند که برزید سطل آشغال، اما ما افغانهای بسیار بسیار باشرفی داریم در ایران و تعدادشون هم خیلی زیاده، اما چرا اینها حداقل یک حرکتی نمی کنن؟ یک تجمعی، یک درخواستی، یک نمیدونم. خلاصه که صدای هممیهنان نازنین ما در شهر هرات به گوش هیچ کس نرسید و همجوری که این عزیز داره اونجا اعلام میکنه توی ویدیو، 14 تن اعضای خانوادهش زیر آوارن و هیچ جوری نمیتونه نجاتشون بده. نجات که دیگه چه عرض کنم دیگه. ولی مهم اینه که فرزندان ابراهیم همچنان در صدر خبرها باشن. مهم اینه که تروریست هایی که تعلیم دیده خود اسرائیل هستن با پول ملت ایران به اسم ارازل و اوباش حماسی یا حزب اللهی یا نمیدونم جبهت السگه، اینها با پول ملت ایران بیان در سرزمین پسرعموشون و یک آتش‌بازی را بندازن و این آتش‌بازی هم در نهایت دودش دوباره به چشم ما خودمون باید بره. صدر خبرها اینه. تروریست های حماسی، ببین ریشه وقتی یکی باشه رفتار هم یکیه، هیچ فرقی نمی‌کنه. احتمالاً دیدید در ویدیوها که تروریست های حماسی پیکر زنان یا دختران یا کشته شدگان اسرائیلی رو روی موتور توی ماشین میذارن لخت و میگردونن توی شهر و توف میکنن روی این پیکرها. و بعد از اون ور اون یکی پسرموی سامی، یعنی اسرائیلی ها، جنازه های این یکی تروریست ها رو میندازن کف خیابون و میشاشن روش. ریشه یکی ها، رفتار یکیه، منش یکیه، شعور یکیه، درک یکیه، وحشیگری یکیه، فرقی نمیکنه. چه از طرف این ور، یعنی این بخش پسرموها، چه از طرف اون ور، اون بخش پسرموها، رفتاری که شما امروز دارید نگاه میکنید، این دقیقا اسلام ناب محمدیه در دو شاخش. خب میدونید که دوستانی که شاید اطلاعی داشته باشین، اسلام چکیده ای از یهودیته. ما بارها بارها با دکتر سروش مهراد راجع به این مسائل اسنادش شواهدش صحبت کردیم. اسلام چکیده ای از یهودیته و این فرزندان ابراهیم در هر شاخه‌ای که هستن، ادیان سامی جزو وحشی ترین موجودات روی این کره زمینه. اینجوری بارشون آوردن. حالا آمار دارن میدن که بیش از 1000 نفر در اسرائیل کشته شدن. یه جشنواره موسیقی ظاهرن بوده در اسرائیل، درود بر شما، و توی این جشنواره از کشورهای مختلف آدمهای مختلفی توی اون جشنواره شرکت کردن. و تا اینجای داستان ظاهرن داریم میرسیم به زمین سازی برای اون اتحادی که بعد از حضور داعش پیدا شد. دیشب توضیح دادم در برنامه زمانی که میخواستن یک وحشت بین المللی بندازن، یا مثلا همون داستان کرونا رو یادتونه، رسانه ها و کارگردانان این سناریوها صحنه هایی رو مخابره میکنن به دنیا که این صحنه ها انزجار بین المللی رو بر علیه یک موضوعی به قول معروف بسیج کنن. حالا اون زمان داعش بود، بعد از اون اتفاقات، بعد از اون سربریدن ها که اکثرش هم فیک بود دیگه، گندش در اومد، بعد از اون ویدیوها و تبلیغات ها و کارشناسی ها و کارشناس ها و خبرها و بقیه مسائل، یک ائتلافی شکل گرفت و ادامه جریان رو که میدونید سوریه رو با خاک یکی کردن. بعد الان هم همینه، الان هم
این اخبار و این اتفاقایی که داره میاد بیرون نشان از یک همچین اتفاقی رو داره. دیشب هم توضیح دادم، پریشب هم توضیح دادم. و حالا در این جشنواره ظاهرا آدمهایی از کشورهای مختلف بودن، از آلمان درش بوده، از فرانسه بوده، از آمریکا بوده، از کانادا بوده، از هلند بوده و از خیلی کشورها، از خیلی کشورها در این جشنواره بوده. یعنی کاملا داره نشون میده که طبق برنامه ریزی کار انجام شده. یعنی شما فکر کنید اون پیکر دختری که تروریست های سامی در شاخه حماسش توی ماشین لخ گذاشته بودن و توی خیابون میچرخوندن و توف میکردن بهش، اون پیکر متعلق به یک دختر 30 ساله آلمانیه. و آمریکا هم امروز اعلام کرد که تعدادی از شهروندان آمریکا هم در این جشنواره بودن و ظاهرا همه کشته شدن. فرانسه هم به همین صورت و چند کشور دیگه هم اعلام کردن که دنبال اتباع خودشون میگردن در اسرائیل که ناپدید شدن. یعنی یک مسئله بین المللی رو کاملا برنامه ریزی شده و هدفمند شکل دادن. توضیح هم دادم، مثلا شما در ویدیوهایی که دیروز منتشر شد شما میبینید مرز اسرائیل خالیه، با لودر میان مرز رو، اون فنسای مرز رو میشکنن و تروریست ها وارد میشن، با چتر وارد میشن، با کامیون وارد میشن، با کاروان انواع خودروها وارد خیابانهای اسرائیل میشن. و موساد که خیلی ادعا میکنه که خیلی من حواسم جمعه، پشه‌ای که پر میزنه رو بهت میگم چند ماهه حامله است، از کی حامله شده و فرزند این پشه چیه، یا چند تا تخم تو شکم این پشه است، از همه این اتفاقات و این تحرکات بیخبر بوده. طفلک یه دفعه ناغافل غافلگیر شدن. و بعد در مورد اون سیستم گنبد آهنین و دفاعی که اسرائیل به هیچ عنوان انجام نداد تا این صحنه ها خلق بشه. حالا همه اینها برای این بود که شما از همین دیشب تا خدا میدونه تا کی تمام رسانه‌های بین‌المللی در مورد این جریان دارن صحبت میکنن و صحبت‌هایی که داره انجام میشه، یک مقصر این وسط در همه این صحبت‌ها نامش میدرخشه و اون مقصر ایرانه، نه جمهوری اسلامی ها. دقت کنید، مقصر ایرانه، چون اینها جمهوری اسلامی نمیگن، اینها میگن ایران. و اصلا صحبت از حکومت هم نمیشه، صحبت از کشور ایرانه و بقیه مسائلی که همتون در جریانید. بنابراین این اجماع جهانی داره شکل میگیره و اون مشروعیت داره داده میشه به موریانه خاورمیانه، یعنی معمار این جنگ زرگری که الان درش هستیم، یعنی هستن که در آینده یقه ما ایرانیان رو خواهند گرفت. برای اینکه اگر استارت جنگ خورده شد، همه جوره پشت این موریانه غرب بیستن. گفتم مثلا شما اگر برید نگاه کنید در ویدیوهای گذشته یا در اون سیرک و شامورتی بازی های گذشته، میبینید که مثلا اسرائیلی ها خیلی تلاش میکنن بگن ما سیستم پدافندمون ال است، سیستم پدافندمون جیمبل است، پشه را گنبد آهنین در هوا میزند، لیزر ساختیم که بادکنک رو تو آسمون میزنه و مرزبانیمون محکمه، موساد حواسش جمعه، شبات حواسش جمعه، نمیدونم اون یکی حواسش جمعه، همه چی تحت کنترله، تازه ما میخواییم دنیا رو هم بچرخونیم. و بعد شما وقتی ویدیوهای دیروز رو میبینی فکر میکنی مثلا اون کشور کشور افغانستانه و حکومتش هم حکومت طالبانه، یه باش دمپایی پوش با عبا و عمامه مثلا میخوان مرزبانی کنن. دیدید دیگه مرزبانای افغانستان رو دیدید، الان طالبان رو، اونم ربطی به افغانستان نداره، بهتر بگیم طالبان. خلاصه همه چی داره جلو میره دوستان. این روزهایی که داره میگذره روزهای غم‌انگیزیه برای کشور ایران. شاید اگر از آینده این سناریو همه مردم ایران آگاه می شدن، باور کنید یک ثانیه اجازه نمی دادن جمهوری اسلامی نفس بکشه. اگر این صحبت ها، اگر این حقایق از رسانه ها پخش می شد،
به ایران سوگند، ایرانیان یک ثانیه اجازه نمیدادن جمهوری اسلامی سرپاش بمونه، یک ثانیه اجازه نمیدادن که این سناریو جلو بره. حواسمون نیست. اونایی که مثل من بچه های دهاتن میدونن خرمن هایی که تای خرمن ها که میموند، زمین هایی که گندماشون میچیدن بعد میخواستن اینا رو بسوزونن برای پاییز که دوباره شخ بزنن و کشت کنن، از یه گوشه این زمین شروع میکردن آتیش میزدن. این فکر میکنم بهش میبودن کلچ، کلچ یه همچی چیزی، از یه گوشه زمین این آتیش میزدن، خود این آتیش میرفت کل زمین رو میسوزون. برای اینکه حالا کشاورز دیگه نمیخواست اونا رو بکنه و یا هر کاری میخواست بکنه، به هر حال میخواست زمین بک رو آماده کنه. الان هم همینه دوستان، الان هم این آتیش درسته در خاک اسرائیل مدیریت شده اتفاق افتاده، ولی این آتیشیه که قرار دامن ما ملت ایران رو بگیره، دامن ما کشور ایران رو بگیره. این آتیش آتیشیه که قرار فراتر از مرزهای اسرائیل و فلسطین و سوریه و امثال هم رو در بر بگیره. یادتون باشه زمانی که انگلستان اسرائیل رو خلق کرد، چون اسرائیل رو انگلیس خلق کرد، توضیح هم دادم، بعد از جنگ، بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی، یهودیان مردمانی بودن در دنیا به جز ایران، در هر کشوری بودن مورد توهین و تحقیر قرار می گرفتن. در انگلستان 700 سال یهودیان رو قوم نجس می دونستن. اینا تاریخ ها، نهید بگید سعید قاسمی یهود ستیزه، اینا تاریخه. و در کشورهای اروپایی هم به همین صورت یک فرهنگ غلطی جا افتاده بود که آدمها رو بر اساس دینشون می سنجیدن. و اینجا هم چون مسیحیت حاکم بود، یهودیان رو همون اخلاقی که جمهوری اسلامی داره، یهودیان رو جنس دست دوم می دیدن و بسیار رفتار تحقیرآمیزی با اینها داشتن. زمانی که امپراتوری عثمانی فروپاشی میشه، انگلستان میاد یک بخشی رو در اختیار اسرائیلی، در اختیار یک تیمی قرار میده که این تیم مأموریت داره که بره کشور اسرائیل رو تأسیس کنه. و خب انگلستان هم ابرقدرت دنیا بود، هنوز هم هست، استعمارگر پیر بود، معمار خارکستبازی های دنیا انگلستان بود در همون زمان و در همین زمان، همین الان. خلاصه شورای سازمان مللی تازه تأسیس، انگلستان اولین دستور کار این جلسه رو بر این پایه میذاره که کشور اسرائیل باید به رسمیت شناخته بشه و ما میخواییم رأی بذاریم ببینیم که آیا هیچ کس به فکرتون نیست. سلام، نیست به امید شاه و شیخ. شما اصلا خیلی بیشعوری. انگلستان میاد و اولین دستور کار جلسه سازمان ملل رو بر این اساس میذاره که میخواییم رأی گیری کنیم ببینیم کشوری به نام اسرائیل تشکیل بشه یا نشه. به هر حال با رایزنی های انگلستان سازمان ملل تشکیل جلسه میده و این امر به رأی گذاشته میشه. و خیلی جالبه، همه اولین کسی که ببین، خود انگلستان دنبال اینها، خودش داره برنامه ریزی میکنه، اولین کسی که رأی منفی میده به وجود اسرائیل خود انگلستانه. خودش همه کار رو میکنه، خودش سرزمین رو به اسرائیلی ها میده، به یهودی ها، خودش سازمان ملل رو متقاعد میکنه که رأی گیری بذارین و خودش اولین کسیه که رأی منفی میده. جاویدنام مصطفی احمدپور، درود بر شما. به هر حال اسرائیلی تشکیل میشه، منتها اسرائیل یه مأموریت داره. مأموریت اصلیش هم اینه که نماینده انگلستان در خاورمیانه باشه برای استعمار، برای که انگلستان دیگه هزینه نکنه، برای که انگلستان دیگه نیروی نظامی وارد نکنه، برای اینکه پول خرج نکنه. یک قومی رو پیدا میکنه که این قوم اتفاقا انگیزه این کار رو هم دارن و طبق اون مسائلی که توی کتابهاشون نوشته شده، کل اون سرزمین رو مال خودشون میدونن و انگیزه این رو دارن که اون چیزی که در تورات و تنخ نوشته شده رو
به حقیقت برسونن و دنبال اینن که میگن اسرائیل بزرگ زمانی که تشکیل بشه موشه ظهور میکنه. موشه یعنی موسی. این همین مسلمانایی که میگن آخونده هم همینن دیگه، آخونده هم میگن وقتی ظلم و ستم و فقر و فحشا و فساد زیاد بشه امام زمان ظهور میکنه. اونا تو فحشا ظهور میکنن، اینا تو اسرائیل بزرگ ظهور میکنن، موشه اینا با امام زمان اونها. حالا انگلستان اسرائیل رو تشکیل میده، کمکش میکنه که سر پاش وایسه. حدود 30 و چند ساله که اسرائیل تشکیل شده و خب حکومت ایران، پادشاهی، شاهنشاهی ایران هم کمک میکنه، هم به اسرائیل کمک میکنه، هم به فلسطین کمک میکنه، برای اینکه در خاورمیانه آشوبی به پا نشه پادشاه مدیریت میکنه، شاهنشاه کمک میکنه. در زمانهایی که اسرائیلی ها زور میگن به فلسطینی ها کمک میکنه، زمانی که فلسطینی ها مثل این وحشیگری الانشون رو در میارن به اسرائیل کمک میکنه و یک رابطه خیلی ملایم دو طرفه رو حفظ میکنه. ولی این انگلستان رو راضی نمیکنه، این اسرائیل رو راضی نمیکنه. دنبال یک دشمنی میگردن که این دشمن دشمن خودی باشه، یعنی قابل مدیریت باشه. و این قابل مدیریت بودنه یعنی چی؟ شما وقتی میری واکسن میزنی، وقتی میری واکسن میزنی یعنی با دست خودت داری ویروس یک بیماری رو به بدن خودت فرو میکنی. وقتی میری واکسن میزنی یعنی این، یعنی یک ویروس ضعیف شده یک بیماری رو با دست خودت، با اراده خودت وارد بدنت میکنی برای اینکه از یک بیماری بزرگتر جلوگیری کنی. این همون تزی بود که اسرائیل رو باهاش به وجود آوردن و اومدن یک دشمن مدیریت شده ظاهری قدرتمند از نظر مالی و امکانات رو روی کار آوردن، یعنی روح الله خمینی رو. و بعد در کنار روح الله خمینی چندین شاخه شبه نظامی تروریستی دیگه هم در همون حوالی خودشون درست کردن، یعنی حماس و حزب الله و نمیدونم عمل و ممل و یه مش مادر قهوه وحشی پاپتی رو. و همه این ساختار در اطراف اسرائیل که قبلا لبنان حمله میکرد، صدام حمله میکرد، عربستان کمک میکرد، کلن شیخهای عربی دست به دست هم میدادن برای که کمک کنن به فلسطین که حالا خاکشون دفاع کنه، اینها رو درگیر این گروه های شبه نظامی مخالف اسرائیل کرد. یعنی اومد تخمی رو در این سرزمین ها کاشت که به جای اینکه حواس این مردمان به دشمن اصلی خودشون باشه، چون اونها میگن اسرائیل دشمن ما بود، حواسشون پرت مسائل داخلیشون شد. لبنان اومد با حزب الله درگیر کرد، یعنی یک موجودی به نام حزب الله رو در لبنان شکل داد، نه با پول خودشا، دقت کنید اینا با پول خودشون نبودا، نه با پول انگلستان، نه با پول اسرائیل، نه با پول آمریکا، با پولش، با پول من و تو ایرانی. از ابتدا یادتون باشه در به وجود اومدن جمهوری تروریستی اسلامی فلسطینی ها خیلی نقش موثری داشتن. کدوم فلسطینی ها؟ فلسطینی هایی که اتفاقا از قضا تحت آموزش موساد بودن که رهبرشون یا سردمدارشون اون یاسر عرفخور بی پدر مادر بود، یاسر عرفات، که حالا دوستان احتمالا یادشون هست، عجب پشه نامردی یاسر عرفات. و بعد اینها بودن که جمهوری اسلامی رو آوردن. یک بخشی هست در لبنان، نمیدونم دوستان اگر اون بخشی که آخوندها ازش از لبنان اومدن رو اسمشو برای من بنویسید خیلی سپاسگزارم. اکثر آخوندهایی که وارد سیستم ایران میشن از این سرزمین اومدن، اسم خوبی هم داره، همار یه همچی چیزیه، سمت لبنانه، یه منطقه خاصیه که اون امام موسی سگ و امثال این اراذل لوباش، هم اون صادق خوشگله و صادق طباطبایی و امثال اینا همه از این منطقه اومدن، یه اسم خوبی داره، جبال، بله بله جبل العامل، نه 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 جبل العامل نیست، یه اسم دیگه ای داره، نه این نیست، جبل العامل نیست، یه اسم دیگه ای داره.
حبشه که مال زمان تیرکمال میرزاه. به هر حال جواره. نه، یک محلی هست در لبنان که بیشتر آخوندهایی که نه که بیشتر آخوندهایی که در ایران اومدن و هنوز هم هستن از این منطقه اومدن، جبل الطارق. یا خدا، جبل الطارق. نه عزیزم، تو لبنان میگم. به هر حال حالا فردا شب چیز میکنم اینو درش میارم، این اسم اون خراب شده رو میگم. خلاصه سپاه تروریستی پاسداران در ایران شکل میگیره، ساختار اقتصادی، تجاری و درآمدی ایران رو در اختیار میگیره. توالت دقیقا در اختیار میگیره و تمام سرمایه ملت ایران، کشوری که رشد اقتصادیش دو رقمی شده بود که هنوز کسی رو نه کنعان که عزیز من، کنعان که اون بر تو باقالیاست، کنعان رشد اقتصادی دو رقمی داشت. آقا ولش کن، هر جهنمی بود دیگه، قطب شمال. عرض کنم خدمتتون که آره ولش کنید، بذارید صحبتمون رو بکنم. اون کشور رو با اون سرمایه، با اون درآمد، با اون منابع، سپاه تروریستی پاسداران در اختیار میگیره و کل سرمایه ملت ایران توسط کلیدور سپاه پاسداران اسرائیل در ایران میاد و بین این شبه نظامی هایی که گروه هایی که خود اسرائیل تشکیل داده اما پولش باید از ایران بیاد و به نام ایران تموم بشه، بین اینها تقسیم میشه. یه نمونه براتون بزنم. زمانی که اخوان المسلمین رو تشکیل میدن و اخوان المسلمین رشد میکنه و میاد بالا و بعد القاعده و بعد طالبان و بعد داعش شکل میگیره، شاید خیلی از ایرانیان ندونن اما پول تجهیزات و سرمایه گذاری که روی این چند گروه شد از جیب من و تو ایرانی رفت. آقای قاسمی، اخوان المسلمین به ما چه ربطی داره؟ آقای قاسمی، طالبان به ما چه ربطی داره؟ چرا میگی از جیب ما مردم ایران رفت؟ آقای قاسمی، القاعده چرا باید از جیب چجوری از جیب ما مردم ایران رفت؟ الان بهتون میگم چجوری. در خلیج فارس و جنوب ایران چندین میدان بزرگ نفت و گاز وجود داره که این میدانهای نفت و گاز رو کشورهای عربی از جمله قطر دستش رو باز گذاشتن برای استخراج این ذخایر زیرزمینی و قطر الان بزرگترین تولید کننده نفت و گاز در خلیج فارس قطره که بسیاری از این میدانهایی که سهم کشور ایران بوده و متعلق به ما مردم هست، سالیان ساله، نزدیک 40 خورده ای ساله که داره توسط قطر استخراج میشه. نه فکر کنید خود قطر داره استخراج میکنه، نه، شرکت ها و کمپانی های نفتی مثل شل، مثل توتال و بقیه کمپانی ها، اینها هستند که دارن از اون منابع استخراج میکنن و قطر داره پول اخوان المسلمین رو میده، قطر پول طالبان رو میده، قطر پول القاعده رو میده، قطر پول داعش رو میده. قطر از کجا داره میاره میده؟ قطر که دو برابر جزیره کیش ماست، از کجا داره میاره میده؟ کسی تا حالا خودش پرسیده؟ تا حالا فکر کردید قطر چرا شد قطر؟ قطر از کجا این سرمایه؟ چرا عربستان نمیده؟ خب عربستان که از قطر مسلمانتره، چرا عربستان پول القاعده رو نمیده؟ چرا عربستان پول داعش رو نداد؟ چرا عربستان پول طالبان رو نداد؟ چرا قطر این پولها رو داد؟ و قطر این پولها رو از کجا آورد داد؟ طبق سناریویی که 57 نوشته شد، قطر از زیر پای من و توی ایرانی کشید، دشمنان ما رو تقویت کرد. و شما میبینید هر کدوم از این گروه ها میان بالا، هر کدوم از این گروه ها میان بالا، اولین هدفی که دارن نابودی آثار تاریخ و تمدن ایران شهریه. یعنی اخوان المسلمین میاد بالا، اولین کاری که میکنه آثار تاریخ و تمدنی ایران شهری رو میخواد نابود کنه.
القاعده میاد بالا همین کارو میکنه، طالبان میاد بالا همین کارو میکنه، داعش میاد بالا همین کارو میکنه. چه فکری، چه دستی، چه اندیشه پشت این گروه هاست که همشون نوک نیزشون نابودی تمدن ایران شهریه. حالا فرق نمیکنه چه تو کشور ایران، چه تو کشور عراق، کشورک ارج، اینا چون اینا کشورهای جعلی ان دیگه، چه تو سوریه، چه تو افغانستان، چه تو تاجیکستان و چه جاهای دیگه. آره به خدا خودتونو خود نتانیاهو گفت. حالا پس پول اینها رو ما ملت ایران دادیم بدون اینکه خبردار بشه. الان هم جریان به همین صورت دوستان. الان هم پول تمام این خسارت ها، تمام این اتفاق ها، تمام این تبلیغاتی که اینا دارن انجام میدن برای اینه که دو تا اتفاق رو رقم بزنن. دیدم یه سری از این ابلهان، یعنی واقعا آدم حیرت میکنه. من توی توییتر یه موقعی دور میزنم یا توی اینستاگرام میبینم یارو ایرانیه میگه من مخالف جمهوری اسلامی هم، بعد میره زیر پستای این اسرائیلیا میگه جون مادرتون، هواپیماتون رو بفرستید بزنید ایرانو با خاک یکی کنید که جمهوری اسلامی نابود بشه. یعنی یه آدم چقدر باید سقوط کنه، چقدر باید پست باشه که بری از کشوری که 45 سال پیش این بلا رو سرت آورد، خمینی رو برات آورد و در طول این سالها خمینی رو حمایت کرد، رژیم رو حمایت کرد و این رژیم خون من و توی ایرانی رو کشید، ریخ پای درخت یا نهال اسرائیل تا قدرتمند بشه، بعد بری به اینها بگی جون مادرتون بیاید ایران رو بمباران کنید. کسی که مردمی که خودشون میتونند خیلی راحت بلندشن و همه این بازی ها رو به هم بزنن. دیدم یه سری هم توی توییتر دارن چیز مطلب پخش میکنن بیاید به ارتش اسرائیل کمک مالی کنید. باورتون میشه؟ باورتون میشه اپوزیسیون جمهوری اسلامی بخشیش داره برای فلسطینی ها کمک جمع میکنه، بخشیش داره برای اسرائیل کمک جمع میکنه؟ اپوزیسیون ها، اپوزیسیون مدعی ها، یعنی بدبخترین، درمانده ترین، بیچاره ترین، نادان ترین، ابله ترین قشر یک جامعه ای که میتونه اصلا وجود داشته باشه رو من به شما میگم تو اپوزیسیون جمهوری اسلامیه. فکر نکنید از روی نادانی این کارو میکنن، نه از روی برنامه دارن این کارو میکنن. آقا بیایید پول بدید به ارتش اسرائیل که ارتش اسرائیل قدرتمندتر بشه، چون میخواد حماس رو بزنه، این یه ضربه به جمهوری اسلامیه. ابله، حماس مال خود اسرائیله، حزب الله متعلق به خود اسرائیله، جمهوری اسلامی نوکر اسرائیله. چرا نمیفهمیم اینو؟ آقا دو دو تا چهار تا 44 سال پیش خمینی اومد در بهشت‌سرای تهران اعلام کرد، گفت این قده سرطانی رو نابود میکنیم. برید موقعیت ایران رو در 44 سال پیش، سواد که دارید، شعور هم دارید، سرچ کنید توی گوگل، از نظر اقتصادی، امنیت، سیاست، سیاست داخلی، سیاست خارجی، رفاه، آسایش، اعتبار، پول، امنیت شغلی، هر جوری که میخواید حساب کنید، دریاچه های ایران، رودخونه های ایران، جنگل های ایران، سرمایه گذاری های ایران، همه رو بیاید حساب کنید و بعد ببینید امروز، و اسرائیل هم حساب کنید، موقعیت اسرائیل هم حساب کنید. یک، کشورکی که تازه تأسیسه، دور تا دورش رو عربهای دشمنش گرفتن و هر روز درگیر با اینها، و اگر اون ائتلاف صدام شکل میگیره به صورت قدرتمندتر میتونست حتی اسرائیل رو نابودم بکنه. یعنی الان ما نداشتیم همچی چیزی رو. حالا یه آخوندی اومد توی ایران گفت من میخوام راه قدس از کربلاست، اول بزرگترین و خطرناکترین دشمن اسرائیل رو از صحنه حذف کرد، یعنی صدام حسین رو،
ضعیف کرد. با پول من و توی ایرانی، با خون جوانان ایران، با نابود کردن سرزمین ایران 8 سال. و بعد ایران رو، شیره ایران رو کشید، سرمایه ایران رو کشید، حالا اون سرمایه نقدیش به کنار، جان ایران رو کشید، ایران رو خشک کرد، نابود کرد. و شما امروز یک اسرائیل قدرتمند داری در خاورمیانه میبینی. آقا اسرائیلی که 44 سال پیش توی باریکه‌ای جمع شده بود، امروز خاورمیانه رو گرفته. مردم چرا حواستون نیست؟ ترکمنستان رو گرفت. همین دو یه ماه پیش بود سفارتش در ترکمنستان هم باز شد، دور تا دور ایران رو گرفت. سال 57 هم که ایران رو گرفت. حالا آقای سایبری ابله که میای ما که پرچم شیر خورشید تاجدار دستمونه، زیر پستای ما مینویسی شما مجاهدین در ایران جایی ندارید، بی شعور، تو هنوز نمیدونی داری برای حکومتی خدمت میکنی که مجاهدین عضوی از این حکومتن. ابله، اون پرچم شیر خورشید تاجدار نشان پادشاهی ایرانه، چیزی که مجاهدین تروریست هم باش مخالفن. رفقاتون میخوام بهتون بگم این در، یعنی از نظر شعور بسیجی های جمهوری اسلامی یا این سایبری هاش چیزی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی کم ندارن، هر دو بیشعورن. ویدیو ما گذاشتیم داریم میگیم آقا برید بگید رضا شاه روحت شاد جاوید شاد، میاد زیرش مینویسه شما مجاهدین در ایران جایی ندارید. هنوز نمیدونه مجاهد کیه، پادشاهی خاکیه. حالا تو میخوای به این بگی اسرائیل ارباب جمهوری اسلامیه؟ مگه تو کتش میره؟ مگه میفهمه؟ آکبنده. حالا متاسفانه و باز متاسفانه روزهایی رو داریم سپری میکنیم که با دست خودمون، ما ایرانی ها، کاری به جمهوری اسلامی ندارم، اون که دشمن ما ایرانیانه، با دست خودمون داریم هیزم بغل میکنیم، میاریم کنار تنوری که قراره توی اون تنور خودمون بپزیم. یعنی ما ایرانی ها چه در داخل و چه در خارج، هر کدوممون داریم میگردیم این ور ور هیزم پیدا میکنیم، 20 لیتری بنزین آماده میکنیم، میاریم میذاریم پای دیگی که، اجاقی که قرار خودمون توش پزیده بشیم، قرار خودمون توش نابود بشیم. خیلی ها فکر میکنن صحبت وقتی از جنگ میشه، اسرائیل در جنگ است، اسرائیل در جنگ است، فکر میکنن با حماسی ها در جنگ است. نه عزیز من، اینا سگ و سکتولهی همن، هدف ایرانه. و اینی که اسرائیل یه دفعه بخواد حمله کنه مثلا به، البته با هماهنگی جمهوری اسلامی ها، فکر نکنید جمهوری اسلامی خارج از این بازیه، نه، جمهوری، گفتم طرح معامله غرب کارفرماش اسرائیل، پیمانکارش جمهوری اسلامیه، اینو یادتون نره، پیمانکار جمهوری اسلامیه. شما امروز میبینید ابراهیم رئیسی میاد تبریک میگه به جنایت‌هایی که پسرعموهاش دارن توی اسرائیل رقم میزنن، داره تبریک میگه. خب اینا بهانه است. یعنی شما برای اینکه بخوای به یک کشوری حمله کنی باید بهانه های بین المللی داشته باشی، باید اسنادش رو داشته باشی که فردا به عنوان جنایت جنگی محکومت نکنن و تاریخ در موردت بد قضاوت نکنه. الان همه چی آماده است، 1000 کشته در اسرائیل، میلیاردها دلار ضرر به اسرائیل، خب. تروریست های حماس رو ما زدیم کشتیم، خب بقیشی، حالا ما دنبال سر مار میگردیم. سر مار کجاست؟ تو ایرانه، جمهوری است. آقا شما فکر میکنید برای جمهوری، برای اسرائیل اگر دشمن واقعی جمهوری اسلامی بود یا جمهوری اسلامی دشمن اسرائیل بود، فکر میکنید اسرائیل میذاشت سوریه بشه پایگاه جمهوری اسلامی؟ اصلا فکر میکنید چرا جمهوری اسلامی در سوریه رفت سرمایه گذاری کرد، تروریست ها رو برد در سوریه؟ چرا فکر میکنید؟ دلیلش چی بود؟ اسرائیل 70 سال دنبال بلندی های گولان یا جولان بود، 70 ساله، جمهوری اسلامی دو دستی تقدیمش کرد.
دو دستی بدون اینکه یک فشنگ اسرائیل در بیاره از تفنگش. اسرائیل دنبال کوچ اجباری ساکنان ایران شهری بود، جمهوری اسلامی براش انجام داد، کردها رو همه رو هل داد، از تو سوریه آورد بیرون. کردها ایرانی هن دیگه، اینا مردمان ایران شهر بودن دیگه. و خیلی مسائل دیگه ای که پشت هر حرکتی که جمهوری اسلامی کرد منفعت و سود کلانش متعلق به اسرائیل بود. یعنی تو سایبری ابلهی که حالا میخوای بیای زیر این لایو من بعدم فوش بدی، تو داری برای سیستمی کار میکنی که این سیستم خودش عامل اسرائیله، و تو داری برای سیستمی کار میکنی که با کمک اسرائیل قرار زندگیت رو نابود کنن، تاریخت رو نابود کنن، شهرت رو نابود کنن، فرزندانت هم ازت بگیرن. عقلت نمیرسه. یکی از یه جایی رد شد، دید یه نفر نشسته رو درخت، اره دستش داره شاخه رو میبره. برگشت نگاهش کرد، گفت آقا اشتباهی داری میبری یا چیکار داری میکنی؟ گفت به تو ربطی نداره، برو دنبال کارت. یاروی 50 متر رفت جلوتر، یه دفعه دید یه چیزی، گفت شرق، خورد زمین. برگشت نگاهش کرد، این که افتاد پایین، گفت آقا بیا 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 بیا. گفت چه؟ گفت تو امام زمانی؟ گفت نه. برای چی؟ گفت تو از کجا میدونستی من میفتم؟ گفت خب ابله، تو نشستی نوک شاخه داری تای شاخه رو میبری، خب وقتی خودت میبری با کله میای پایین دیگه. الان هم همینه. آی اپوزیسیونی که دادار دودور رو انداختید، فردا که این اتفاق افتاد کجای ماجرا میخواید بیستید؟ به جای اینکه بیایید مردم رو بیدار کنید، به جای اینکه بیایید به مردم بگید مردم حقیقت ماجرا اینه، فریب مظلوم نمایی های دو طرف رو نخورید، اینها پسر، اینا فرزندان ابراهیمن در دو شاخش، و ابراهیم و ابراهیمی ها از همون ابتدا با ایران و ایرانیت دشمنی داشتن، دشمن ایران بودن. 1300 خورده سال پیش به ایران تجاوز کرد. همین جنایت هایی که امروز شما دارید توسط فرزندان ابراهیم در دو طرف میبینید، هزاران برابر بدترش به سر ما ملت ایران و اجداد ما اومده. رودخانه های خون رو انداختن توی ایران همین ابراهیمی ها، در دو شاخش فرق نمی کنه. بعد به جای اینکه بیایم حقایق رو به مردم بگیم، به جای اینکه بیایم به مردم بگیم مردم امروز روز خوشتونه ها، فردا و فرداها که اون اتفاق رقم بخوره باید چراغ دستی بگیرید دستون دنبال امروز به چرخینا. به جای اینکه اینها رو به مردم بگید، به جای اینکه بیاید حقایق رو به مردم بگید، به جای اینکه بیاید مردم رو آگاه کنید، مردم رو بیدار کنید. زوم بغل میکنید میخواید بریزید تو اجاقی که قرار ایرانی توش پخته بشه. حرفم که میزنی پس این موضعی که گرفت نشان داد این سعید قاسمی مزدور جمهوری اسلامی داره از فلسطین حمایت میکنه. ریدن تو فلسطین و ریدن تو اسرائیل. خوبه؟ عربستان هم میخواییم اضافه کنیم؟ آقا من و تو ایرانی کشورمون باید برامون مهم باشه. هرات، اون 3000 هم میهنی که زیر آوار موندن، اونا هموطنان خونی من و تو هستن. حواست کجاست؟ هموطن خونی من و تو هستن. 3000 نفر زیر آوار موندن، هیچ کس به داد این مردم نرسیده. بعد من بیام برم برای اسرائیلی که، یا برای حماسی که، یا برای فلسطینی که یه مش بی پدر مادر درش هستن دل بسوزونم، یه مش ابله را افتادن توی این اروپا. میخوام ببینم اونایی که امروز دارید این حمایت ها رو از هر دو طرف میکنید، اگر این جنگ اتفاق افتاد کجای بازی نیستید و چجوری روتون میشه میگید بگید ما ایرانیم؟
مگه میشه یک آدم هایی، یک مردمی، مگه میشه یک مردمی بره التماس بکنه به یک کشوری بگه جون مادرت بیا زن و بچه ما رو تو ایران بمباران کن؟ مگه بیل به کمرتون خورده؟ مگه بچه های اصفهان دهم مهر چه کار سختی رو انجام دادن؟ 60,000 نفر آدم یک صدا یک حرفی رو زدن. مگه نمیتونیم ما از این صحنه ها خلق کنیم؟ نمیتونم من درخواست رو قبول کنم، نمیدونم چرا، اکسپت میکنم ولی نمیای بالا. حالا همین اینها رو گفتم، درود بر شما، همین اینها رو گفتم که واقعیت رو بدونیم، حقیقت رو بدونیم. دوستان، داره شرایط برای آتش بزرگ در خاورمیانه آماده میشه. رسانه های دنیا، اونایی که تو خارج از کشورن میدونن، کنترل رو که میزنی هر شبکه‌ای داره از مظلومیت اسرائیل صحبت میکنه. من کاری به اتفاقش دیگه ندارم، گفتم اینا پسرموی همدیگه، از رگ و خون هم هیچ فرقی هم با همدیگه نمیکنن. ولی یک مقصر در همه این تفسیرها نامش میدرخشه و اون مقصر ایرانه. ببینید با جمهوری اسلامی اینا کاری ندارن ها. سپاه پاسداران از خودشونه، بیت رهبری از خودشونه، تشخیص مصلحت از خودشونه، ساختار اداری جمهوری اسلامی از خودشونه. بخش آقای حسین، کل اسرائیل با جمهوری اسلامیه یا فقط چپ اسرائیل؟ نه عزیز من، چپ و راست نداره. اگر شما به من ثابت کردی که چپ و راست جمهوری اسلامی با همدیگه فرق دارن، منم اینو قبول میکنم. چپ جمهوری اسلامی اصلاح طلبه، راستش اصولگراه. چپ آمریکا حزب دموکرات، راستش جمهوری خواهه. آیا اینها بر سر حفظ نظامشون و منافعشون با همدیگه مشکلی دارن؟ آیا با هم دشمنی دارن؟ نه، چپ و راست دو بازوی یک جریان مافیایی هست در همه دنیا، فرق نمیکنه. نمیدونم بابا چرا نمیدونم چرا اوکی نمیشه بیای بالا. چند بارم زدم ولی نمیدونم چرا نمیشه، اوکی نمیشه. به هر حال چون 7 دقیقه دیگه هم بیشتر از این لایف ظاهرا نمونده، الان تموم میشه. میخوام بهتون بگم دوستان، هم میهنان، عزیزان، اگر 1,000 نفر حالا طبق تبلیغاتی که دارن میکنن الان میشه 1,000 نفر، پس ورده در تاریخ میکننش 10,000,000 نفر، اینو یادتون نره. همیشه عدد سازی در این خیلی جالبه. نامه هایی از داخل ایران اومد بیرون، ما خودمون پخش کردیم، زده بود نامه من رئیس پزشکی قانونی به سکل میرزا روحانی، اون زده بود به این نامه هایی که اومده بود بیرون در بازی دارت، هشتگ بازی دارت رو بزنید این نامه ها رو میبینید، زده بود بالای 7,000 نفر. خود یکی از مقامات جمهوری اسلامی اومد گفت بالای 10,000 نفر در آبان ماه 98 ظرف 11 روز توی ایران کشته شدن. وقتی به رسانه ها میگی، وقتی به مسیح علی نژادی بی پدر برامون بی دادگاش میگی که کردش 250 نفر، میگن شما مزدورید، برو سند وردار بیار. بعد پوریا زراعتی برام آمار 1,000 تا 1,000 تا میبره بالا برای این اتفاقی که الان از هر دو طرف افتاده، بدون اینکه سندی ارائه بده. این سند سازی ها، این آمار سازی ها برای بهانه‌ای که قبلا در موردش توضیح دادم. حواستون به همه اینها باشه و یادتون باشه ما مردم باید بازی رو به هم بزنیم. آقا آزادی ایران نه در گروه خایمالی برای اسرائیل، نه خایمالی آمریکاست، نه خایمالی فرانسه است، نه خایمالی چینه، نه خایمالی روسیه است، نه خایمالی هیچ بی پدر مادر دیگه. آزادی ایران اصل جریان رو میخواد، یعنی خایه رو میخواد و ملت ایران نشون دادن که دارن. دهم 3-4 شب پیش اصفهان نشون دادید که دارید. امشب یه ویدیوی اومد بیرون، من پخش نکردم، دلیلم دارم. در ورزشگاهی که چند شب پیش جاوید شاه، ایران که شاه نداره حساب کتاب نداره، میاد بیرون،
امشب یه ویدیویی از این ورزشگاه دیگه اومد بیرون که خطاب به اون بسیجی که اون پایین نشستن، پرچم فلسطین رو بکن تیکونت. وقتی یک انقلابی از خواسته اصلیش فاصله بگیره، نمیدونم چجوری میشه جمعش کرد. مشکل داری با فلسطین؟ دمت گرم. مشکل داری با اسرائیل؟ دمت گرم. مشکل داری با آمریکا؟ دمت گرم. ریشش زدن آخوندها داخل ایرانه. آقا مشکل فلسطین به من و تو ربطی نداره. مشکل اسرائیل به من و تو ربطی نداره. مشکل حزب الله به من و تو ربطی نداره. مشکل لبنان به من و تو ربطی نداره. چون اون روزی که ما خونمون کف خیابون‌های ایران ریخته شد به اونها ربطی نداشت. حالا بیا برو ببین اراذل اوباش تو این اپوزیسیون ارسالی‌ها از دو طرف بیانیه صادر می‌کنن در حمایت از این یکی یا این یکی، بعد به نمایندگی از ملت ایران. وقتی نیکاهای ما کشته می‌شدن، وقتی پیکرشون از طبقه دهم یازدهم پرت می‌شد توی خیابون‌ها توسط همین نیروهای شاخه ابراهیمی، اینها دنبال جشن پورینشون بودن، دنبال جشن‌های خوشگذرانیشون بودن. حقشونه، هر کشوری، هر مردمی شادی حق هم است. اما چرا ما باید غمخوار دنیا باشیم بجز غمخوار خودمون؟ هم تبارانمون در هرات رو نگاه کنید. ایرانی هستی؟ دلت نمی‌سوزه برای هممیهنانت در هرات؟ 3000 نفر زن توش بوده، مرد توش بوده، کودک توش بوده، دختر توش بوده، پسر توش بوده، عروس توش بوده، داماد توش بوده، نوه توش بوده، نتیجه توش بوده. برید نگاه کنید توی این اپوزیسیون، توف بندازید تو صورتشون. برید توف بندازید تو صورتشون، بگید درد فرزندان ابراهیم درده، اما درد فرزندان کوروش درد نیست. حرف هم که بزنی میگن ها تو مزدور جمهوری اسلامی هستی. بر پدر همه تون لعنت، از جمهوری اسلامیش بگیر، از حماسش بگیر، از حزب اللهش بگیر، از اسرائیلش بگیر، از هر بی پدر مادر دیگه تون که چشم بد داب و خاک ایران دارید. اگه راست میگفتید، اگه حقوق بشر براتون مهم بود، اگه بشریت براتون مهم بود که صلح نوبل رو نمیدادید به جمهوری اسلامی اونم دوبار، اگه راست میگفتید، مگه خون با خون فرق داره؟ مگه این انسان هایی که توی هرات زیر زلزله موندن هیچ کس به دادشون نرسید، با خون اون عزیزانی که در اسرائیل توسط فرزندان ابراهیم در هر دو طرف کشته شدن مگه فرق میکنه؟ اونا انسان بودن، اینا هم انسان هم. اونا دو تا چشم داشتن، اینا هم دارن. دو تا دست داشتن، اینا هم دارن. اونا شعور داشتن، اینا هم دارن. اونا بیشعور بودن، اینا هم شاید نداشتن، ولی انسان بودن. برید بپرسید توی این اپوزیسیون، بگید چرا در مورد فرزندان کوروش خفه خون گرفتید، اما برای فرزندان ابراهیم دارید خوار مادر خودتون رو میگاید. برید بپرسید ازشون. بعد من به شما میگم همه اینها در صفی ایستادن که این صف نوک پیکانش از بین بردن کیان ایرانه و نابودی ایران. بهتون قول میدم همشون سوت میزنن، همشون کف میزنن. وقتی ایران ویران شد، وقتی جنگ داخلی رو انداختن تو ایران به بهانه جمهوری اسلامی، همین ها میشینن توی رادیو تلویزیون ها براتون انقدر قشنگ تفسیر میکنن که حق به جانب فرزندان ابراهیمه و فرزندان کوروش باید نابود بشن. آقا اگه اونا میگن ما فرزند ابراهیمیم، ابله، تو چرا نباید بگی من فرزند کوروشم؟ چرا نباید بگی؟ چرا نباید بهش افتخار کنی؟ نشد بابک جان، نشد امشب بیارم ات، قربونت برم، هرچی هم میزنم اکسپ نمیشه. دوستانی که داخل ایران هستید، شما هم میتونید بازی رو به هم بزنید. یعنی ما ملت ایران، ما فرزندان آقا قرار ما
چی؟ طرح کوروش، با طرح کوروش قرار فلان کنی، جمع کن کاسه کونتو. فقط اسم کوروش اینجور جاها یدک میکشید. او فرزندان کوروش داخل سرزمین ایران، او فرزندان کوروش توی هرات و در سراسر ایران شهر. تو چسبیدی به تخما بچه های ابراهیم. بیل که تو کمر 80 میلیون ایرانی نخورده. راست میگید؟ میخواید کمک کنید به اسرائیل؟ میخواید کمک کنید به مردم اسرائیل؟ دمتون گرم. بیایید کمک کنید به ملت ایران، مردم جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن بدون یک فشنگ از خارجی. ببینید تخمش رو دارید ولی ندارید. سپاسگزارم از همه دوستان. خبر خوب، چهارمین هزار تا پرچم، یعنی هزار تا که نشد، 500 تا پرچم دادیم برای آماده شدن. یعنی تعداد پرچم های شیر خورشید ارتش سری به 4000 عدد رسیده. در هنوز کامل نشده، قرار دوستان صحبت هایی کردن که بتونیم 500 تا رو آماده کنیم و پخش کنیم. هنوز آماده نشده ولی امروز ما عددش رو اعلام کردیم، 4000 پرچم شیر خورشید تاجدار. امیدوارم دوستانی پیدا بشن کمک کنن ما بتونیم یک چیزی که شاهزاده از اسرائیل درخواست کرد. شاهزاده دقیقا از اسرائیل، پادشاه درست درخواست کرد، نه از اسرائیل، به همشون گفت. امروز دیدم خبرگزاری‌های آمریکا یک ویدیویی رو دارن منتشر میکنن که خبرنگار داره با این نماینده دولت بایدن صحبت میکنه، میگه آقا چرا صحبت های رضا پهلوی ولیعهد ایران رو گوش نکردید که گفت پول به جمهوری اسلامی ندید؟ گفت خب ما نمیدونستیم که جمهوری اسلامی قراره این پول رو کجا خرج کنه. ای تو نمیدونستی، تو نمیدونستی. سپاس از همه دوستان. پاینده ایران، جاوید شاه. این شبهایی که میخوابید معلوم نیست نصف شب چه اتفاقی میفته، حواسمون باشه. هر اتفاقی افتاد، هر اتفاقی، یک چیز میتونه ما ملت ایران رو نجات بده، فقط یک چیز، اونم بازگشت ایران به پادشاهیه. اگر اینها، الان توضیح فردا شب احتمالاً توضیح میدم که هدف اینها از کشاندن جنگ به ایران و بعد پلنهای بعدیشون چه اتفاقهایی میتونه رقم بزنن رو فردا شب سعی میکنم توضیح بدم. اما هر اتفاقی افتاد، به هر بهانه‌ای مردم تکونی به خودشون دادن و اومدن بیرون، یادتون باشه این بار باید بار آخری باشه که میایین بیرون و کار رو باید تموم کنیم. مافیای جهانی منتظر من و تو نمیمونه که کی بخوایم از خواب بیدار بشیم. اینها منتظر نمیمونن ما کی میخوایم تصمیم بگیریم. اینها دلشون برای من و تو ایرانی نسوخته، یادتون باشه. دیدید چجوری سانسورمون کردن در آبان 98؟ دیدید در 99 چجوری سانسورمون کردن؟ دیدید 1400 چجوری سانسورمون کردن؟ دیدید 1401 چجوری پیچوندنمون؟ پس اینها دلشون برای ما نمیسوزه. این ماییم که باید خودمون دلمون برای خودمون بسوزه. اگر بیل زنیم، اول یه بیل در کون خودمون بزنیم، بعد بریم مصیبت بخونیم برای فرزندان ابراهیم. فرزندان دانی ابراهیمی که از هر دو شاخش ملت ایران آسیب دیدن در طول قرن‌های گذشته. پاینده ایران، جاوید شاه و بدرود دوستان.